چند ذره با پیشیم بود؟ نوروز خوجستپه را ساکنان وادی رشت به طور خاصه جشن می گیرند. این جشن اجدادی را که رمز محبت و زیبایی، صفا و پاکی و سخاوت و نیکی است، با استقبال گسترده و شکوه تازه ساکنان این گوشه زیبا منظر کشور عزیزمان استقبال می گیرند. از قدیم الایام تاجیکان نوروز را عزیز و مقدس می دانند و آمدنش را انتظاری می کشیدند. لباس های نو می دوختند و شیرینی پخته، خانه و منزل و کوچه و خیابان ها را تازه و آزاده می کنند. توی خورسندیشان را می کشند که در روزهای نوروز گذرانند. می گویند که صبح بر وقت نوروزی مردم کوهستان به بلنده برامده از آفتاب عالم‌آرا سرخی روی، گرمی محبت و آسودگی روزگار را تمنا می نمایند. نوروز کهن امروز از برکت ایام استقلالیت افسودن خودشناسی ملی عمری تازه یافته است، زیرا این گوشه کوهستان مست با شرافت استقلالت کشور عزیزمان خیلی هم آباد و زیبا گشته. این روند آبادانی همه ساله با آمدن نوروز دلفروز باز هم وسعت تازه میگیرد. همه سنت های نوروز جنبه بشردوستی و آبادی جهان را دارد. یکی از سنت های والای نوروز بنیاد باغ‌ها بوده. از نوروز تا نوروز شیناندن و سبزانیدن نیهال خاص این منطقه کوهستان می باشد. نوروز واقعاً جشن عمومی بشری است. این جشن نیاگان در طول موجودیتش از دانش و رسوم، اخلاق و معرفت بهره‌ور شده، انعنه های نیک گذشتگان را تا این زمان آورد. این جشن اجدادی چون درخت بزرگ معرفت و انعنه و رسم و آیین ها خیرخواهی و خیر اندیشی است. سخن نیکو گفتن، کینه نورزیدن و صبح دهان شیرین کردن و با سخن زیبا بیرون آمدن برای انسان ها شرف و سعادت بزرگ است. نوروز چون احیای طبیعت از قدیم الایام در دیار زیبا منظر ناحیه این روبال با شکوه و شهامت خاصه استقبال می گیرند. با فرارسیدن جشن نوروز تنتنه های ایدانه از دهه های دوردست آغاز می گردد. در تنتنه های ایدانه این گوشه کوهستان جشن نوروز را پیرو برنا با شکرگزاری از آمدن ایدینیاگان و انعنه های ملی استقبال گرفته، مسئول دست هنرمندان و کدبان ها به این تنتنه تراوت دیگر می بخشد. بانوان لباس ایدانه ببر کرده با پختن طعام های ملی از قبیل آشی بریده، اوماج، شیربرنج و کشک و سومنک آماده می کنند. سومنک همچون رمز نوروزی به شما رفته، از سبزه گندم پخته می شود و مخصوصا در ناحیه های وادی رشت دو نمود سومنک، دیگی و کلچگی آماده کرده می شود. نوروز خوجستپه را ساکنان ناحیه های تاجیک‌آباد و لشت به طور خاصه جشن می‌گیرند.
از بس که در قیاس با دیگر منطقه های دیار آفتابی امان دلتر قدم رنج می نماید، ساکنان این گوشه زیبای دیار به این جشن اجدادی آمادگی بیشتر می بینند و مشتاق دیرینه نوروز می باشند. بهارون طبیعت این دیار به خود نمود خاصه می گیرد. یک سو آفتاب عالم‌آرا نورپاشی نموده، پرندگان خوش‌الهام چهچه می زنند. از سوی دیگر باشد، برف نقرگین از قله کوه‌های بلند نظر ربایی می نماید. نوروز آغاز سال، آغاز زندگی تازه، آغاز امید و آرزو و بخت و سعادت بوده، با استانه هر یک خاندان چون پک شادی و نشاط و احیای زمین و طبیعت قدم می نهد. زیرا این سال، سال فتح و نصرت، سال امید و آرزوها، سال دستاوردها بوده. مردم سربلند وادی رشت با آغاز سال نو با کشت و کار بهاری بنیاد باغ‌های نو شروع کرده. در کارهای سازندگی و بنیادکاری با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت کشوری عزیزمان سهمی با سزای خود را می گذارند. نوروز کهن امروز از برکت ایام استقلالیت افزودن خودشناسی ملی عمری تازه یافته است و با نوای و ترانه دلپذیر همپای روزگار نو در تاجیکستان زیبا منظر ما سیر دارد. Gracias.